به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. وزارت داخله طالبان از دیدار یک هیئت علمای امارات متحده عربی با سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت خبر داده است. حقانی در این دیدار گفته است که جهان نباید در تعامل با افغانستان سیاست دو پهلو را بازی کند، زیرا به گفته او به ضرر تمام منطقه تمام می شود. بر اساس خبرنامه که وزارت داخله طالبان روز جمعه 26 اوت منتشر کرده، در این دیدار در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی مربوط به افغانستان بحث شده است. حقانی از امارات متحده عربی به خاطر سپردن کنسولگری افغانستان در دبی به طالبان سپاسگزاری کرده و همچنان تاکید کرده است که تعامل با افغانستان به نفع کشورهای همسایه، منطقه و جهان است. او در حالی که خواستار تعامل نیک با جهان شده، همچنین افزوده است کسانی که میخواهند افغانستان به یک جزیره متروک تبدیل شود اشتباه میکنند، زیرا افغانستان صاحب دارد و آن ما هستیم. در این حال عمر حبتورالدرعی، رئیس هیئت علمای امارات متحده عربی، در این دیدار گفته است که برای رسیدن به اهداف درازمدت در کنار ممنوعیت آموزش دختران، برخی مشکلات دیگر نیز وجود دارد که چشم برای حل این مشکلات هستیم. سرپرست وزارت داخله طالبان در پاسخ به او گفته است که محدودیت در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم موقتی است. حقانی گفته است که دین اسلام تعلیم را بر مرد و زن فرض گردانیده و حکومت طالبان نیز به تمام حقوق شهری مردم افغانستان متحد است. وقوع یک حادثه ترافیکی وحشتناک در غزنی. سه کودک در اثر رویداد ترافیکی در ولایت غزنی جانهایشان را از دست دادند. به نقل از عشر صبح، این رویداد 25 اهود در ساحه پل متی از مربوطات ولسوالی گیان ولایت غزنی رخ داده است. کودکان کشته شده بین 8 تا 12 سال سن داشته و هر سه دختر بودند. این رویداد ترافیکی زمان رخ داده است که یک موتر نو فولدر این سه کودک را که دو تنشان اعضای خانواده هستند زیر گرفت. بر اساس اطلاعات منابع محلی، راننده از محل رویداد گریخته و طالبان موفق به دستگیری وی نشدند. یادآوری میکنیم که رویدادهای ترافیکی پسین در افغانستان افزایش پیدا کرده است و ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در تازه ترین مورد، پس از واژگونی یک موتر عامل کارگران معدن در تخار، دست کم 22 تن جان باختند. و در پایان، شکنجه تا مرز کما، 8 صبح می نگارد. منابع محلی در قندهار می گویند که طالبان یک منصوب پلیس سرحدی حکومت پیشین در این ولایت را بازداشت و شکنجه کردند. منابع امروز جمعه 26 اوت به روزنامه 8 صبح از شکنجه نظامی پیشین در منطقه ویش از مربوطات ولسوالی سپین بولدک قندهار خبر دادند. این پلیس سرحدی حکومت پیشین شریف نام دارد و 5 روز پیش از سوی طالبان بازداشت شده بود. منابع گفتند که دستان و اثر این نظامی پیشین شکسته و اکنون در کما به سر میبرد. طالبان پیکر نیمجان و ایران مقابل خانه اش رها کرده و رفتند. گفته می شود که این نظامی پیشین پس از تسلط طالبان مشغول خیاطی بود. این نخستین بار نیست که از شکنجه نظامیان پیشین از سوی طالبان خبر می رسد. پیش از این نیز موارد این چنینی در ولایت‌های مختلف رخ داده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. به درود.